از اینجا تئاتر تلویزیونی رو ما شروع کردیم تا اینکه خود دکتر فروخ تصمیم گرفت نمایشنامه پدر رو کار کنه. یک بار کار کرده بود، این بار در دومین بار باز کار کنه. خب اونجا باز من همه کار بودم و بازی هم میکردم، منتها در تهران هستم چون تالون نداشتیم اجرا نکردیم. باز برای شرکت نفت در تمام نقاط نفتخیز جنوبش ایران ما این نمایشنامه رو اجرا کردیم با استقبال همه گیم رو بروش. نمایشنامه فوق العاده زیبا بود. با آدم هایی مثل دکتر فروخ که آدم کار میکرد بسیار دیسیپلینی بود، آدم هیچ چپ و راستی نمیتونست خلاف اون چیزی که اون مورد نظر اون بود انجام بده. گروه های کثیری میخواستن وارد اداره بشن، منتها دکتر فروخ یک اصول خاصی داشت که میگفت اینجا باید افراد سالم بیان. حتی برای یکی از بزرگان تئاتر که بالاخره با وسادت آقای نصیریان من قبول کرد که بیاد، میگفت این تو لاله‌زار کار کرده، که کار به جایی رسید که هم نصیریان هم من جفت بود، چون نصیریان هم از جامعه باربود شروع کرده بود. خب ما هم از جامعه باربود شروع کردیم. گفت نه، شما آلوده نشده بود. در هر صورت خیلی سختی بود نسبت به افرادی که وارد اون محیط میشن. بنابراین در انتخاب نمایش هم خیلی دقت میکرد. منتها اوائل برای ما خیلی ساده بود. خب چند نفر بودن دستی به قلم داشتن مینوشتن. بعد به مرور هفته یک نمایشنامه یک ساعته رسید به اونجا که مجبور شدن آگهی بدن به مترجمین و نویسندگان اگر کسی چیزی داره برداره بیاره. بعد یواش یواش به فکر این افتادیم که آقا ما باید اینجوری نمیشه، یه سرپناهی داشته باشیم، یه تئاتر داشته باشیم. این اداره تئاتر یه حیاط بزرگی بود و اینا دو تا اتاق اون ته بود که حالت نیمه انباری داشت. ما اجازه گرفتیم این ستون نه این تیغه وسط ورداریم اینجا رو کنیم تئاتر. اول که دکتر فروخ گفت نمیشه، صاحب داره اینجا باید بپرسیم، پرسیدیم و گفتن نه محکمه. در صورت خود ما به اضافه یه سری اهل فن اومدن اونجا رو تبدیل کردیم به یک تئاتری که 50 بعضی وقتا فشرده تا 100 نفرم جا میگرفت. اولین نمایشنامه‌ای که اونجا کار شد آقای سمندریان بود که پشت درهای بسته مال جان بورساق بود که با استقبال تئاتری‌های اون زمان خیلی موفق بود. یعنی این سبب شد که همه رو سر ذوق بیاره کار کنن. بهمن فرسی اونجا نمایشنامه گلانش رو کار کرد که
خود من بازی میکردم توش باز. بعد دیگه بعد از اون هر کس نمایشی که به درد اون سالن و اون صحنه میخورد میتونست اونجا اجرا کنه، به شرطی که وابسته یا از خود اداره هنرهای دراماتیک بود. حقوق ما بود 300 تومن همه از دم، 3 تومن کم میکردن بابت بیمه و مالیات و همه این چیزها، 3 تومن کم میکردن، 297 تومن به ما میدن و ما زندگیمون 10 برابر بهتر از حالا بود. نه 10 برابر کم گفتم، خیلی بیشتر. واقعا اصلا نمیدونستیم چجوری خرج کنیم. با توجه به اینکه وقتی که تئاتر تلویزیونی اومد، خود من 4-5 تا نقش اول بازی کردم 250 تومن میگرفتم. وقتی حقوقم 300 تومن بود 250 تومن میگرفتم بدون مالیات. شما فکر کنید که یهو از این رو به اون رو میشه آدم میگه. پهلوان اون موقع همیشه صبح‌های خیلی زود به تمام ادارات تابع اول سر میزد، بعد میرفت اداره مرکزی. من و ساندرین چون زود رفتیم، زودتر از همه تو اداره بودیم. سرداری میگم مگه شما جا ندارین، نون نمیخورین، چرا میانش میرین، چه کار دارین، چه کار ندارین شما؟ من در واکو میمیدون. پهلوان که میمد فهمید ما دوتا هستیم. حالا بعد بعضی وقتا هم یکی زودتر میمد یکی دیرتر، ولی اکثرا مهار بیشتر میدیم، بنابراین بیشتر تو دیدش میدیم. کارهایی هم که میکرد، هر کاری هم که ما هر کدوم انجام میدادیم میومد و میدید و دید خیلی خوبی هم داشت، انتقادش هم درست رجا بود. آقای مغفوریان نمایشنامه پایان آهنگ رو ارد کار کرد که من بازی میکردم و نمایشنامه فوق العاده گرفت که یه مدت کوتاهی، یعنی یک هفته به اون اجازه دادن در تالار فرهنگ اون دبیرستان اجرا کنیم که یه عده از تماشاچی ها ایراد گرفتن، آقا چرا فقط یه هفته؟ ما میخوام ببینیم جا نبوده. اونام مجلس دخترونه، اصلا ما که میخواستیم بریم تقریبا اسکورتی که الان سه وضعیه درست میکنن پلیس ها، اونجا یه سری آقایون ما میستدن که دختران رو رضیت نکنن، نه اینکه ما دختران رو رضیت. میرفتیم برنامه رو اجرا کردیم و بعد از در پشتی هم ما رو میفرستدن بیرون. با آقای کشاورز و خانم خوراش نشستیم چیکار کنیم؟ سالون که نبود، فقط یه نمیست من این چهری برد بود که بعد شد سنگلج و که چایی ما نداشتیم. این برابر بالاخره یکی ما یه آدرس داد، گفت حالا رو موزه رو رفتیم، موزه ایران بازم ها، گفت موزه ایران سالونه رفتیم و دیدیم و این بله سالون فوق العاده بزرگه. فقط مشکلش این بود که سقفش بلند بود و عمق صحنه هم فوق العاده بود، منتها در اصل قابل استفاده بود. ما استقبال کردیم و یه گروه دیگه قبل از ما اول یه برنامه اجرا کرد، آقای اسخوی یه برنامه اجرا کرد، برنامه دومشو ما اجرا کردیم. اجرا کردیم، آخه اصلا اونجا هیچ کس نمیشناخت، خود ما سوار تاکسی میشدیم میگفتیم برو موزه ایران باستان، اون کجاست؟ ما صدا آدرس میدیم کوچه پس کوچه اینجا میریم اینجا خیابون قوام سردره، اونجا موزه یه اونجاست. دو سال دوام آورد اینجا. آخرین برنامه رو من اونجا کار کردم، باز با یه گروه کثیر دیگه با
انتظامی نسل ایران تو خورش کشاورز همه بچه ها تو اون برنامه آخری کار داشتن. نتیجهش این بود که اونجا یه رئیسی داشت از من شبیه 20 بلیط می‌خواست. گفتم من نمیدم. این بچه ها هر کدومشون یه دو ماه سه ماه جون کردن کار کردن حق این هاست. تازه من برمیدم به اداره. اداره چقدر به اینو میخواد برگردن نمیدونم. وقتی یه نمایشی اگه خالی بود میدادم سی تا میخواست میدادم. وقتی داره به این خوبی میره پر میره برای چی بدم؟ رفته بود به برگو گفته بود که یه سری اموال جدید آوردن اونجا. الانم که وضع میدونیم زیاد مناسب نیست من تعهد میکنم که اینجا هر شب این همه آدم میان به عنوان اتحاد ممکنه بیان چه خرابکاری کنن مثلا تمام موزه بره راز اونم دست رو داد ببندیم هنوزم هست اشکی استفاده نمیکنه یه نمایشنامه بود به نام همسایه که خودم هم ترجمه کرده بودم هم بازی کرده بودم هم کارگردان یه نمایشنامه بود که فرشته برف که کارگردانی و ترجمه بود آقای کشاورز و خانم خوربش بازی میگردن بعد یک نمایشنامه از آنهایی بود به نام کلمب که تمام دوستان اومده بودن بازی داشتن اون که شب آخرش بود اونو اجرا کردم بعد گروه های مختلف دیگه اومدن کار کردن اصلا شناخته چون داشت شناخته میشد پس به عنوان یه تئاتر حرفه‌ای بعدش دیگه اومدیم افتادیم توی تدریس هم دانشگاه تهران خواستشم دانشگاه هنرهای دراماتیک دکتر فو همزمان اون کار رو میکردم همزمان بازی هم میکردم مثلا نصیریان نمایشگاه فول کارگر من بازی میکردم براش کار تلویزیونی مثلا زیاد یه دکتر سنتی یه نمایشگاه نوشته بود به نام بختک آدم بسیار واردیه این جزء اون نویسنده های یکی از نویسنده های خانه قمر خانم بود یکی از نویسنده های قمر خانم ایشون یک نمایشنامه دیگه به نام پاتوق بود که هوشنگ پاکرمان خدا رحمتش کنه با ایشون کار کردیم آقای سمندر نمایشنامه بازی استینبرگ رو کار کرد در سالن دانشکده هنرهای زیبا این نمایشنامه رو کار کردیم بعد نمایشنامه یه کارگردان میخواست کار کنه سفندریان که من و انتظامی رو انتخاب کرده بود کار کردیم اون رو من کار میکردم منتها خوردیم به اون اتفاقاتی که در بهمن ما افتاد حرکت دانشجویی شد که یه روز که من اومدم بیام برم با ماشین به من مجوز دادم با ماشین میرفتم میومدم یهو دیدم از این کلاه چیزا سرم من طولا اینجوری از جلو نیده میده بشون حمله کردن به من بکست یه جیان هم داشته آقا جیان چیه که سرش بزنی اون سرش خورده رهن سرم بایست هم چیه با این چشم کنی اونو والا اومده اینجا کار داشتم رفتم میرم گوه حبس تو در برو انجه بیرون ترس اومدم بیرون دیگه نرفتم دیگه نرفتم تلفون زنم سرندرم گفت اصلا تعطیل کردیم یعنی بعد از 6 هفت ماه که کار کردیم تعطیل راوند آخر خداحافظی کورت منو با خودت ببر تو به ادگار تعلق داری خداحافظ
تراژدی آنجای امکان دارد که شناخت، فقر، مسئولیت و گناه از خصوصیات جامعه باشد. ما دست جمعی گناهکاریم. گناهان ما گناه فردی است، گناهان مذهبی است. اما تراژدی سقوط عظمته. بزرگی باید از اوج رفعت به حضیض ذلت بیفته. امروز انسان سرنوشت انسان رو معین میکنه. قتل، کشتار، بمب، گرسنگی و غیره. دنیا میتونه یک دست سعادتمند بشه به شرطی که شما روی صحنه دنیا رو خوب شدنی نشون بدید. با آقای نصیریان من چند کار تلویزیون زمان ثابت پاسار رو انجام دادم که اولین نمایشنامه تلویزیونی که از طریق اداره هنرهای دراماتیک اون زمان پخش شد به اسم اداره هنرهای دراماتیک، یعنی بعد از پوشاندن آنان که برهنند، نمایشنامه بود به نام مارگریت که یه نمایشنامه خارجی بود. من بازی میکردم، آقای خورورش، خود آقای نصیریان و یکی دو نفر دیگه که رفت در اصلا از ایران، دیگه خبری ازشون نیست. این نمایشنامه خیلی جمع جور بود و همون اولین نمایشنامه بود که اداره هنرهای دراماتیک روز چهارشنبه پخش کرد و همون سبب شد یه خود مردم اصلا رو بیارن به این نوع نمایش و یواش یواش اون نشریه های دو هفته یک بار که خدمتون عرض کردم اونها به کمک ما اومدن. خب مطبوعات اون زمان هم یواش یواش دیدن یه چیز جدیدتره، اونها هم کمک کردن، سبب شد که این نوع کارها جا بیفته برای مردم بیننده. پزشک دهکده کنیان سوژه خیلی زیبایی داشت، سوژه همیشه امروز هم میشه ما باهاش کار بکنیم چون جا زیاد داره. یک پزشک شارلاتانی به یک روستایی میره و میگه من مرده رو زنده میکنم با قیمت خیلی ارزان. اون سه مردم جمع میشن و اون میگه پدر بزرگم، اون میگه خاله، همه میگه همه وقتی همه خواست های خودشون رو عنوان میکنن میگه خب باید یه شرط داره. این باید خدمتتون عرض کنم، اینا الان سالهای سال اون زیر خوابیدن، تکون نخوردن، فقط یه دیگه استخونه، بیان بیرون باید زیر بغلشون بگیرید، ویلچر براشون باید بگیرید، باید تکونش بدید، بهشون برسید. به همین سادگی این زنده نمیشه، برای خزینه داره و و و و اینقدر برای اینو میگه که همه منصرف میشن از اون چیزی که اول دنبالش بودن. این داستان فوق‌العاده جذابی داشت و خیلی هم طرفدار پیدا کرد. آن روی زندگی یک نمایشنامه دو نفره بود که من و خود آقای نصیریان دو دوست بودن که میشستن با هم درد دل میکردن. از ابتدا تا انتها فقط این دو نفر بودن. رومو و جولیت نمایشنامه‌ای بود که مال باز جان آنوی بود که اول خواستیم برای صحنه کار کنیم، گفتم جان نداریم برای صحنه و در 25 شهریور اون موقع فقط نمایشنامه‌ای ایرانی ما کار می‌کنیم، اون موقع اجازه نداریم خارجی کار کنیم. سالن ما نداشتیم که نمایشنامه خارجی کار کنیم چون تالار موزرم از ما گرفته بودن. بنابراین ما برای تلویزیون شروع کردیم به کار کردن با پرویز پرورش، خانم شهابی، فرزان تاییدی، خود فرسی و یکی دو نفر دیگه. نمایشنامه فوق‌العاده زیبا و لطیف و دوست داشتنی، اختلاف
فرهنگ خانواده ها رو میخواست تو این نمایش نشون بده و به خوبی از اختش بر اومده بود و به همین دلیل به جای اینکه پایان خوشی داشته باشه پایان غمباری داشت، چون همه تو رویاهای خودشون زندگی میکردن، واقعیت رو کمتر میدیدن، هر کس مسیر خودش میرفت. این نمایش ما رو کار کردیم و یک صحنه‌اش بود که قرار شد این صحنه بود که به اصطلاح جوان و دوتا جوان برن در دریاچه در آب، من مجوز گرفتم که اینو بریم شمار بگیریم، جزر و مدش دریا رو نگاه کنیم، که اینا همینطور بدونید اینکه آب داره بالا میان بی هیچ توجهی به این مسئله همینطور برن که آب رو اینا رو بگیره و همه چی تمام بشه، پایان بده روی این آب که داره نمبر میزنه. باطن وکیل باز اینم یه ترجمه بود از نمایشنامه های دوران قرون وسطا که نویسندهش معلوم نیست، حالا اسامی مختلف روش گذاشتن که نویسندگی بود، در صورت ترجمه بود باطن وکیل و دست بالای دست هر دوش یکی، ولی اسم اصلیش باطن وکیل، آداپترش کردن به ایرانی دست بالای دست. اینم یه نمایشنامه خیلی لطیفیه، بیشتر اون دوران رو داره نشون میده که چقدر به اصطلاح افراد با نفوذ حقوق باز بودن، مرتب سر هم کلا میذاشتن و حالا این وسط یه نفر پیدا میشه، یه چوپونی پیدا میشه که این چوپون سر کل اون جماعت کلا میذاره، که اینم با استقبال خیلی خوبی روبرو شدش، چندین بارم پخشش کردن و رفت جلو. خداحافظی نمایشنامه خیلی لطیفی مال اوراینوف، داستان دوتا جوونه که تو یکی از روستاهای روسی اتفاق میفته. این داستان به این صورت که پسره میخواد، بدش نمیاد از دختره که آشپز اون به سر قصره، ولی نمیدونه چجوری بزن به چه زبونی به این بگه، بنابراین اومده با این خداحافظه کنه که بره و دخترم اینو میدونه. تمام نمایش گرد این میگرده که اینها نمیتونن حرف دلشون رو به هم بزنن و آخرم مجموع میشه از هم جدا بشن، این که حرف اصلی زده بشن.